بعد از بازدید از شهر نویساد به سمت بلگراد حرکت کردم. اگر مایل هستید داستان رو از ابتدا دنبال کنید، لینک ویدیویی که در توضیحات قرار میدم چک کنید. سلام از بلگراد در سربستان. امروز در شهر بلگراد در کشور سربستان هستم و قراره از این شهر بازدید کنم. با من همراه باشید. بعد از فروپاشی کشور یوگسلاوی در دهه 90، 7 کشور جدید به دنیا معرفی شدند. زیبایی های این کشور بین این 7 کشور تقسیم شد و پایتخت یوگسلاوی به سربستان رسید. سربستان مقدونیه شمالی، کرواسی، اسلوونی، مونتنگرو، بوسنی و کوزوو که هنوز بر سر استقلال اون درگیری وجود داره، کشورهایی بودند که یکی بعد از دیگری اعلام استقلال کرد. کشور سربستان با واحد پول دینار، دین مسیحیت، زبان سربی و الفبایی که اصلا برای من آشنا نبود، با جمعیتی حدود 6 میلیون و 700 هزار نفر به 29 ناحیه تقسیم میشه. این کشور دومی صادر کننده تمشک دنیاست و زادگاه ومپایر. نوواک جوکوویچ تنیسباز شماره 1 جهان متولد شهر بلگراده و از چهره های برجسته این کشور به حساب میاد. نیکولا تسلا یکی دیگه از چهره های شناخته شده این کشوره که در ادامه از موزه اون بازدید میکنه. بلگراد پایتخت و بزرگترین شهر کشور سربستان به معنای شهر سفیده و تقریبا 1/5 جمعیت این کشور رو در خودش جای داده. از سال 1459 میلادی این کشور تقریبا به مدت 5 قرن تحت سلطه امپراتوری عثمانی بوده و آثار و نشانه های اون دوره رو هنوز هم میشه در این کشور دید. معروف‌ترین سایت توریستی شهر بلگراد قلعه این شهره، قلعه‌ای به نام کالمگدان که در ارتفاع 125 متری ساخته شده. اسم قلعه هم یادگار سلطه دولت عثمانی بر این شهر، کاله به معنای قلعه و مگدان تغییر یافته کلمه میدانه. کشور سربستان کشوریه که به دریا راه نداره، ولی شهر بلگراد محل تلاقی 2 رودخانه مهم اروپاست، رودخانه دانوب و ساوا. یکی از سمبول‌های شهر بلگراد مجسمه پیروزی در قلعه کالمگدانه. مجسمه مردی با یک شمشیر در دست راست و یک شاهین در دست چپ که نمادهای صلح و جنگ هستند. این مجسمه به مناسبت پیروزی سربستان بر امپراتوری عثمانی و اتریش و مجارستان ساخته شد. رود دانوب با طول 2850 کیلومتر دومین رود بزرگ اروپا بعد از ولگاست. لینک ویدیویی که در مورد دانوب ساختم در توضیحات قرار میدم. این قلعه یک موزه نظامی هم داره که در سال 1878 تأسیس شده و سلاح‌های باستانی و مدرن داره. قسمتی از موزه در فضای باز قلعه است و قسمتی در ساختمان موزه. تمام شهرهای بزرگ اروپایی یک خیابون دارن که پر از مرکز خرید، رستوران و باره و تقریبا همیشه شلوغ. خیابون میهایلووا با طول 1 کیلومتر یکی از همین خیابون هاست. این خیابون نام خودش رو از میهایلو اوبرنوویچ سوم، شاهزاده سربستان گرفته. شاید برای شما همین سوال پیش اومده باشه که چرا اکثر نامهای خانوادگی در سربستان به ایچ ختم میشن.
بعد از سفر به بالکان و صحبت با مردم محلی متوجه شدم که پسوند ایچ چیزی شبیه به پسوند پور در زبان فارسیه، مثل علی پور و فردوسی پور. شهرت این خیابون به بعد از قرن 19 و حضور افراد ثروتمند در این منطقه برمیگرده، جایی که این افراد شروع به ساخت و ساز در این خیابون میکنن و باعث شهرتش میشن. طول 1 کیلومتری این خیابون از کاله میدان شروع میشه و به میدان جمهوری ختم میشه. میدان جمهوری معروفترین میدان در شهر بلگراده، میدانی که اطراف اون ساختمانهای موزه و تئاتر ملی قرار دارن و مهمترین مجسمه بلگراد، یعنی مجسمه شاهزاده میهایلو سوار بر اسب، در این میدان قرار داره. این مجسمه برای بزرگداشت دستاوردهای این شاهزاده در قرن 19 ساخته شده. مهمترین بنای سیاسی کشور صربستان ساختمان مجلس شورای ملیه. این بنا در جایی ساخته شده که زمانی بزرگترین مسجد دولت عثمانی در اونجا قرار داشت. کلیسای سنت مارک از بزرگترین کلیساهای کشور صربستانه که با سبک معماری صرب و بیزانس در سال 1940 توسط برادران کریسچیچ ساخته شده. و اما مهمترین موزه بلگراد، موزه تسلا. نیکولا تسلا مخترع، مهندس برق، مهندس مکانیک و فیزیکدان صربتبار آمریکایی در سال 1856 و در زمان تسلط امپراتوری اتریش مجارستان بر این کشور در یک روستای کوچک به نام سیمیلیان که امروزه در کرواسی قرار داره متولد میشه. در این موزه دست نوشته ها و طرح‌های مربوط به اختراعات تسلا قرار داره که در سال 2003 در فهرست برنامه های حافظه جهانی یونسکو به ثبت رسید. کلیسای سنت ساوا بزرگترین کلیسای ارتدوکس منطقه بالکان و یکی از بزرگترین کلیساهای ارتدوکس دنیا. این کلیسا به سنت ساوا، بنیانگذار کلیسای ارتدوکس صربستان و یکی از شخصیت‌های مهم صرب در قرون وسطا تقدیم شده. ارتفاع گنبد این کلیسا 70 متر و صلیب روی گنبد 12 متر ارتفاع داره. کلیسا 49 ناقوس و 18 صلیب داره و وزن گنبد مرکزی کلیسا 4000 تنه. و اما یکی از بهترین مکانهای تفریحی اروپا که در کنار رودخانه ساخته شده.
اسکله سافسکی. این اسکله در امتداد رود ساواس و کشتی‌های قدیمی رو به رستوران، دیسکو و بار تغییر دادن. البته در طول روز یک جای بسیار معمولیه و بهترین زمان برای بازدید از این منطقه بعد از غروب. طبق رسم همیشگی این بار سربستان در شهر بلگراد و در استادیوم ستاره سرخ هستم و قرار پرچم پرسپولیس رو به اهتزاز دارم. فکر میکنم این تنها استادیوم دنیاست که در محوطه استادیوم یک تانک قرار داده. باشگاه ستاره سرخ از انحلال دو باشگاه در سال 1945 تشکیل میشه. اونها سابقه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در سال 1991 رو دارن. در فینال و در ضربات پنالتی مارسی رو شکست میدن و به این شکل به دومین تیم شرق اروپا تبدیل میشن که قهرمان اروپا شده. ستاره سرخ با 57 جام داخلی و 4 جام بین المللی پر افتخارترین تیم کشور سربستانه.